سلام دوستان عزیزم، خیلی ممنون که کانال ما را انتخاب کردید. در این قسمت از فارسینت می‌خوایم در مورد درمان‌های مؤثر برای رفع یبوست شدید با خوراکی‌های طبیعی بگیم. پس ما را همراهی کنید. یبوست یک اختلال گوارشی بسیار رایج است که افراد در سنین مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یبوست به صورت پزشکی یعنی حرکت روده 3 بار یا کمتر در 1 هفته، در یبوست شدید حرکت روده به 1 بار و کمتر در 1 هفته کاهش می‌یابد. این اتفاق به علت مشکل در عبور مدفوس، به این دلیل که کلون آب بیشتری از غذا در روده بزرگ جذب کرده و مطبوع بسیار خشک و سخت است و این حالت فرد را به فشار بیش از حد برای خالی کردن مطبوع مجبور می کند. بسیاری از درمان‌های خانگی برای بهبود عملکرد دستگاه گوارش و درمان یبوست وجود دارد. این روش‌ها بسیار آسان و بسیار قدرتمند هستند. ما لیستی از مؤثرترین آنها را براتون جمع‌آوری کردیم. 1. درمان یبوست شدید با لیمو. روش اول، آب لیمو را به 1 لیوان آب گرم اضافه کنید. شما همچنین می توانید کمی سنگ نمک یا نصف قاشق چایخوری نمک و کمی عسل را نیز اضافه کنید. این نوشیدنی را با شکم خالی بنوشید. شما همچنین می توانید 1 لیوان از نوشیدنی خوشمزه را در شب بخورید. برای درمان یبوست طی چند روز این روش را روزانه دنبال کنید. روش دوم، 1 یا 2 قاشق غذاخوری آب لیمو تازه را همراه با کمی نمک به مدت چند روز به مدت طولانی بخورید تا از یبوست رهایی پیدا کنید و سیستم خود را پاک کنید. 2. انجیر. 2 تا 3 بادام و انجیر خشک را چند ساعت در آب بگذارید. پوست بادام ها را بگیرید و با انجیر له کنید. این خمیر را به همراه 1 قاشق عسل در شب بخورید. 3. روغن کرچک. 1 یا 2 قاشق چایخوری از این روغن کرچک را با معده خالی بخورید. برای بهبود طعمش می توانید آن را با آب میوه مانند آب پرتقال مصرف کنید. در عرض چند ساعت شما متوجه خواهید شد که پیشرفت زیادی در وضعیت شما به وجود آمده. توجه، روغن کرچک هنگامی که در دوزهای زیاد مصرف می شود سمی است. هنگام تحریک جنبش روده می تواند موجب شکاف شکمی شود. شما نباید این دارو را برای مدت طولانی بخورید، زیرا ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. 4. عسل. مصرف 2 قاشق چایخوری عسل 3 بار در روز مفید است. شما همچنین می توانید 1 قاشق چایخوری از عسل آب لیمو را در 1 لیوان آب گرم مخلوط کنید و هر روز صبح با معده خالی بخورید. 1 قاشق غذاخوری عسل را با 1 یا 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب مخلوط کنید. برای آماده سازی سیستم گوارش هضم آن را 15 تا 30 دقیقه قبل از غذا مصرف کنید. 5. تخم کتان. 1 قاشق غذاخوری تخم کتان را خرد کنید. تخم کتان پودری را با 1 فنجان آب مخلوط کرده و اجازه دهید 15 دقیقه بماند. قبل از رفتن به خواب روزانه این محلول را بخورید. در صبح حرکت روده شما بسیار بهتر خواهد شد. روش دوم، شما به سادگی می توانید 2 تا 3 قاشق غذاخوری تخم کتان خام را با 1 لیوان آب بخورید. توجه، هنگام خوردن تخم کتان لطفاً مقدار زیادی آب بنوشید، زیرا ممکن است باعث ناراحتی شکمی شود. 6. آلو خشک. اگر آلو خشک ندارید روزانه 1 تا 2 عدد آلو را بخورید و اگر دارید روزانه 3 تا 4 عدد آلو خشک بخورید. 2 تا 3 عدد آلو خشک را در کمی شیر بادام قرار دهید و در شب برای گرفتن فیبر اضافه و تسکین یبوست بخورید. 3 تا 4 عدد آلو خشک شده را تکه تکه کنید و روزانه با 1 فنجان ماست بخورید. 7. درمان یبوست شدید با منیزیم. شما می توانید نیاز روزانه منیزیم را از منابع غذایی رژیمی مانند بادام، آووکادو، سبزیجاتی مانند بروکلی و سبزیجات برگ سبز یا حبوباتی مانند لوبیا سیاه دریافت کنید. همچنین منیزیم می تواند در قالب مکمل‌های منیزیمی مانند سیترات منیزیم مصرف شود. قرص‌های منیزیم سیترات 1 میلین بزرگ است. روزانه 1 قرص را مصرف کنید. احتیاط. منیزیم خوراکی ایمن است. بیش از 350 میلی گرم منیزیم را برای بزرگان مصرف نکنید. قبل از مصرف برای دریافت دوز مناسب مدت زمان با پزشک خود مشورت کنید. کسانی که دارای اختلالات خونریزی، مشکلات کلیوی، سندرم پای بیقرار، باردار، کودکان، سالخوردگان و غیره نباید بدون توصیه پزشک این مکمل را مصرف کنند. 8. درمان یبوست شدید با اسفناج.
برای از بین بردن یبوست باید اسفناج را در رژیم غذایی خود قرار دهید. بسته به اینکه چگونه آن را دوست دارید، شما می توانید آن را خام یا پخته مصرف کنید. در صورت داشتن یبوست شدید، مخروطی از یک لیوان آب اسفناج و نیم لیتر آب را دوبار در روز بنوشید. در عرض چند روز بهتر خواهید شد. 9. آب و فیبر برای درمان یبوست شدید. هنگامی که از یبوست رنج می برید، بسیار مهم است که مایعات کافی بخورید. حتما حدود 8 تا 10 لیوان آب در روز بنوشید. برای به حد اکثر رساندن وضعیت بهبودیتان، آب را یک شب در ظرف مسی قرار دهید و اول صبح آن را بخورید. این کار جنبش روده را تحریک می کند و در روز به شما نتایج خوبی خواهد داد. همراه با آب، شما می توانید آب میوه های تازه سبزیجات را در روز بنوشید. از نوشیدنی های الکلی و کافئین دار جلوگیری کنید، زیرا هر دو باعث کمابی بدن می شوند و می توانند وضعیت شما را بدتر کنند. 10. رازیانه. یک فنجان دانه رازیانه را بوداده کنید، سپس آن را خرد و علک کنید. این پودر خوشمزه را در یک کوزه نگه دارید. نصف قاشق چایخوری از این پودر را روزانه با آب گرم بخورید. 11. انگور. روزانه یک کاسه کوچک انگور یا نیم لیتر آب انگور تازه بخورید. روشی دیگر، 10 تا 12 انگور خوش شده بدون دانه را در یک شیر قرار دهید و آن را برای چند دقیقه جوشانده و این مخروط را در شب بخورید. این دارو مخصوصا برای کودکانی که دارای یبوست هستند عالی عمل می کند. اگر انگور تازه در دسترس نیست، کشمش را برای یک یا دو روز در آب نگه دارید. شما باید کشمش خیس شده را در صبح با معده خالی بخورید. توجه. انگور گزینه خوبی برای کسانی که میزان قند بالایی دارند و دچار دیابت هستند مناسب نیست. قبل از مصرف انگور را به طور کامل با آب و سرکه شستشو دهید، زیرا می توانند شامل آفت باشند. بهتر است از انگورهای عالی استفاده کنید. به یاد داشته باشید که چندین بار این راه حل های درمان را دنبال کنید تا بتوانید بهترین نتایج را ببینید. با این حال اگر مشکلتان با این درمان‌های طبیعی حل نشد، با پزشک خود تماس بگیرید. 12. ورزش مناسب. ورزش می‌تواند عضلات قسمت پایینی سیستم گوارش را تحریک کند. اینجا بخشی از روده است که مواد دفع بدن در قالب مدفوع خارج می‌کند. پیاده روی سریع و یا دیگر گزینه‌ها را انتخاب کنید، زیرا ورزش می‌تواند حرکت روده را تسریع کند. ناتوانی در دفع مدفوع روزانه می تواند استرس‌زا باشد. سعی کنید آرام باشید و صرف زمان کافی می تواند کمک به شما کند. زور زدن یا تلاش برای دفع مدفوع اصلا سالم نیست. بالا بردن زانوها در بالای باسن می تواند دفع را راحت تر کند. 13. سنا. سنا یک گیاه است و برگ و میوه آن به عنوان یک میلین طبیعی استفاده می شود و به طور گسترده ای در دسترس است. این گیاه حدود 8 ساعت طول می کشد تا کار کند. اگر فردی تصمیم بگیرد قبل از خواب از آن استفاده کند، نصف شب عمل خواهد کرد. این به این معنی است که آنها می توانند در صبح حرکت روده‌ای داشته باشند. 14. کیوی. میوه کیوی دارای فیبر زیادی است و تحقیقاتی که در سال 2013 انجام شد نشان داد که آنها می توانند هضم را تسکین دهند. این بدان معنی است که این میوه یک میلین مفید طبیعی است. 15. قهوه. برخی از تحقیقات قدیمی نشان می‌دهد که قهوه می‌تواند به افراد کمک کند که حرکت روده‌ای بهتری داشته باشند. یک مطالعه منتشر شده در سال 2006 نشان داد که زنانی که مبتلا به یبوست بودند، قهوه کمتری مصرف می‌کردند. تحقیقات کمی در این زمینه وجود دارد، اگرچه مطالعات سال 2015 نشان می‌دهد که قهوه بدون کافئین با زمان کاهش یافته به حرکت روده بعد از عمل جراحی روده ارتباط دارد. روشن نیست که چرا قهوه این اثر را دارد، اما نوشیدن یک فنجان ممکن است به دفع مدفوع کمک کند. 16. گلابی. گلابی دارای مقدار کافی فیبر غیر محلول است که برای فرآیند هضم خوب است. گلابی یکی از بهترین منابع فیبری است که کمک می کند تا از یبوست خلاص شوید. گلابی حاوی بسیاری از مواد زیستی مانند پکتین، سوربیتول و غیره که برای درمان یبوست مناسب هستند. برای درمان یبوست کودکان می توان به آنها گلابی داد. امیدوارم این چند روش بهتون کمک کرده باشه که از شر یبوست خلاص شده باشید. خیلی ممنون که ما رو دنبال می کنید. لطفا ما رو به دوستانتون معرفی کنید و همچنین سابسکرایب کنید. و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما
دنگولکی کنار سابسکرایب رو هم بزنید. شب روزتون خوش.